سوژه این برنامه ما به خاطر سوء مصرف شیشه یه تصمیم میگیره که ممکنه به قیمت جون برادر 5 سالش تموم بشه. توی شب فاجعه بار اون بعد مصرف نابود کننده ترین ماده جهان وقتی که هیچ خاطره ای از چند ساعت گذشتش نداره باید با عواقب کارهایی که کرده روبرو بشه. پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا ببینیم تلخ ترین و تاریک ترین جنبه اعتیاد این بار چه بلایی سر این خانواده بیچاره میاره. سلام، اسم من علیه و اینجا تلویزیون میانبردیه. پیج اینستاگرام ما رو که این پایین هست یادتون نره. و یه نکته مهم، چیزی که قراره بشنوین تجربه شخصی من نیست و یه گزارش ترجمه شده از سایت ردیت که من اونو صرفاً براتون ترجمه و بازگو میکنم تا با تأثیرات این ماده ها بیشتر آشنا بشیم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم سراغ ویدیو. چند ماه پیش وقتی که از دانشگاه تعطیل شدم برگشتم خونه. آخرین ترمی که توی دانشگاه باید پاس میکردم خیلی سخت شده بود و یه عالم درس و واحد پاس نشدم روی هم دیگه جمع شده بود. منم از اونجا که از پاس کردن همه واحدام ناامید شده بودم با پیشنهاد یه دوستی که الان یه آشغال بیشرف میدونمش شروع به مصرف شیشه کردم. اون احمق بهم گفته بود که باعث تمرکز بیشتر میشه، از یه طرفم کمک میکرد تا شبا بیدار بمونم تا بیشتر درس بخونم. خلاصه برای یکی دو ماه خودم رو گول میزدم و فکر میکردم که همه چی تحت کنترلمه. هرچی که بود اون ترمم تموم شد و برگشته بودم خونه. توی شب واقعا عجیب یهو یه فکری زد به سرم. یادم افتاد هنوز از اون چنگرمی که آخرین بار خرید کرده بودم یه مقداری برام مونده. با خودم گفتم امشب یه مقدار دیگه ازش بکشم تا صبح بیدار بمونم و با بچه‌ها گیم آنلاین بزنیم. از یه طرف دیگه هم سر یه دوراهی مونده بودم که توی خونه این کارو بکنم یا نه، ولی آخر سر وسوسه بازی کردن و بیدار موندن تا خود صبح بهم غلبه کرد. سر همین گفتم حالا که دارم یه بار توی خونه این کارو میکنم بذار یه دوزی مصرف کنم که تا حالا امتحانش نکردم. به هر حال این کار احمقانه رو بالاخره انجام دادم و یه 20 دقیقه نیم ساعتی گذشت. کم کم احساس کردم که داره فازش شروع میشه. یه موج الکتریسیته عجیب از سرخوشی انگار تو کل بدنم جریان داشت. یه جوری که انگار احساس شکست ناپذیری میکردم. بعدم انگار وارد یه حالتی از هوشیاری بیش از حد شدم که توش رنگا روشنتر و صداها واضحتر بودن. یه جورایی میتونستم کوچیکترین حرکتی که توی محیط دور و برم اتفاق میافتاد و حس کنم. انقدر از اون چیزی که فکر میکردم بالاتر رفته بودم که کلا بیخیال بازی کردم شدم و رفتم روی تختم دراز کشیدم. احساس میکردم بدنم بالاتر از سطح زمین شناور شده. فکر میکردم دارم از مرزای فیزیکی کل این جهانم بالاتر میرم. چی شد؟ داشتم فکر میکردم چطوری چند ساعت رو از دست دادم، چون انگار ساعت هلوش 2-3 شب بود، تا اینکه یهو بدنم یخ کرد. انگار 100% مطمئن بودم که یه جوری توی این چند ساعت گذشته برادر 5 سالم رو کشتم. پیش خودم شک نداشتم و کاملا باورش کرده بودم. جزئیاتش رو دقیق یادم نمی اومد، ولی میدونستم که به یه ترتیبی یه کاری کردم که مستقیما توی مرگش مقصر بودم. خاطراتم به شدت مبهم بود. هر بار که زور میزدم یادم بیاد چه اتفاقی افتاده فقط خودم رو میدیدم که توی سناریوهای مختلف دارم کاری رو میکنم که هیچ جوره نمیشد جبرانش کرد. احساس گناه واقعا خفه کننده بود. وحشت تمام وجودم رو گرفته بود. اون مواد لعنتی که فکر میکردم تحت کنترلمه در اصل کنترل منو به دست گرفته بود. مثل یه دیوونه داشتم زار میزدم. چطور ممکنه برادری که عاشقش بودم به دست خودم بمیره؟ دور و برمو که نگاه میکردم انگار تموم دیوارا داشتن به میخندیدن و مسخرم میکردن. انقدر اعصابمو گردن که مثل دیوونا مش میزدم توی دیوار. یه جوری که دستم به خونریزی افتاد و کل روز بعد کبود بود. به هر حال یه 20 دقیقه نیم ساعتی توی احساس گناه وحشتناکی سپری شد و بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید این غلطی که کردم و به پدر مادرم خبر بدم. همینطور که داشتم تلو تلو میخوردم خودم رو به اتاقشون رسوندم و چراغ رو روشن کردم. عصبانیت اولیه بابام از اینکه نصف شب بیدارش کردم درست وقتی که ظاهر رنگ پریده و ژولیده منو دید جای خودش رو به نگرانی شدید داد. منم داشتم میلرزیدم و خیس عرق بودم و همینطورم داشتم گریه میکردم. چی شده؟ صدای مامانم انقدی میلرزید
رسید که بیشتر شبیه یه زمزمه شده بود. منم با یه صدایی که از وحشت توی گلوم گیر کرده بود گفتم من فکر کنم داداشو کشتم. بلافاصله بعد اینکه این جمله رو گفتم صورت جفتشون مثل گچ سفید شد و برای یه لحظه همه ساکت شدن، تا اینکه جفتشون در حالی که فریاد میکشیدن دویدن سمت اتاق داداشم. انگار این مسیر 20 ثانیه‌ای برای من 10,000 سال طول کشید. صدای قدماشون توی گوشم مثل این تبلایی شده بود که قبل از شروع یه جنگ میزدن. منم عینه یه زامبی داشتم آروم آروم دنبالشون میرفتم. قلبم داشت منفجر میشد و میخواست دنده هامو بشکونه. احساس میکردم دنیا تا چند لحظه دیگه تموم میشه. منم همینطور که داشتم برای اون جهنمی که منتظرمون بود خودم آماده میکردم، به این فکر میکردم که مامانم با اون عشق شدیدی که به داداشم داره چطوری میخواد به این فاجعه واکنش نشون بده. وقتی به اتاق برادرم رسیدیم هر سه تامون واقعا داشتیم میلرزیدیم. در اتاق که همیشه باز بود این سری بسته بود و انگار مثل یه سد شوم جلوی اون حقیقتی که قرار بود باهاش روبرو بشیم و گرفته بود. بابام همینجور دستاش روی دستگیره در مردد مونده بود و چشای مامانم هم قفل شده بود به دستای بابام. منم همونجا وایساده بودم و توی یه برزخ لعنتی از ترس و سردرگمی گیر کرده بودم. در هر صورت بابام درو باز کرد. اتاق تاریک بود. فقط نور ماه بود که سایه های بلندی و روی زمین به وجود آورده بود. وای! داداشم بدون هیچ حرکتی در حالی که پشتش به ما بود به پهلو دراز کشیده بود و یه دونه پتو تا نزدیکی گوشش رو پوشونده بود. انگار از دور سینه‌اش بی حرکت به نظر می رسید. کاملا ثابت. مامانم که نفس میزد دستاشو روی دهنش گذاشت و چشاش پر اشک شد. بعدم به سمت بابام زمزمه کرد. نمیتونم نگاه کنم. تو رو خدا برو ببین چی شده. بابام با یه قدرتی که معلوم نبود از کجا سرچشمه میگیره جلوتر رفت و گفت الان نگاه میکنم. همینطور که بابام داشت پتو رو کنار میزد احساس میکردم که 220 ولت برق به این وصل شده. برای من زمان و همه چی از حرکت وایساد، تا اینکه یک صدم ثانیه بعد یه خروپف نرم سکوت اتاق رو شکست. هر ستامون دیدیم که سینه داداشم داره با نفسهای آرومش بالا و پایین میره. اون زنده بود. واسه خودش تخت خوابیده بود و هیچ ایده ای از آشفتگی دورورش نداشت. تو اون لحظه آسودگی مثل یه موج از گرما کل بدنم رو پوشون. کاملا ناخودآگاه یه قدم جلو رفتم. انگار میخواستم عذرخواهی کنم. میخواستم داداشمو بگیرم با تمام وجود بغلش کنم. ولی به خودم اومدم و دیدم که پدر مادرم راهمو بستن. جفتشون داشتن با اخ نگاه میکردن و بابام با جدیت گفت نه اصلا نه. داداشت باید بخوابه، ما هم باید صحبت کنیم. من بعد شنیدن این جملات کاملا متوجه شدم که اون اعتمادی که توی چندین و چند سال به دست اومده بود توی یه شب از بین رفت. بعد اینکه اون شب گذشت من به جفتشون داستان شیشه مصرف کردنم و اعتراف کردم. اونا هر چی که داشتم و ریختن دور. حتی تا 2-3 هفته بعد از ترس اینکه من یه جور قتل عام توی خونه ران اندازم، چه خودشون چه هر کسی که خونه ما می اومد و مجبور میکردن که شبا قبل خواب در اتاقشون رو قفل کنن. اونا حتی سگمون رو توی اتاق داداشم میذاشتن تا شبا ازش محافظت کنه. به هر حال اون تجربه برای من و والدین و داداشم یه اتفاق شدیداً آسیب‌زا بود و من فکر نمی کنم که دیگه اصلا سراغ هیچ مخدر یا حتی محرکی برم. همونطور که دیدین در نهایت این تجربه صدمه جبران ناپذیر جسمی برای سوژه این ویدیو به همراه نداشت، ولی توی این ویدیو دو تا دوست صمیمی به خاطر یه تصمیم لحظه‌ای مقدار زیادی از توهم‌زای تاتوره رو مصرف میکنن که در نهایت منجر به دستگیری یکیشون و سقوط اون یکی از بالکن طبقه سوم میشه که پیشنهاد میکنم از دستش ندید. تا تلویزیون میانبعدی بعدی، فعلا. حتی 1% هم شک نداشتم و کاملا باورش داداش الان تو نقش نرو اینقدر.